محسن محمدی نیا، روانشناس متخصص روابط زوجی، با بیش از 20 سال سابقه در امور مشاوره خانواده و درمان مشکلات روحی عاطفی. ها تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. بعضی ها انتظار دارن که با نگاه کردن ما بفهمیم که اونها چه انتظاری دارن. انتظارات موضوع بسیار مهم و حساسیه که میتونه باعث تثبیت روابط و یا از هم پاشیدن اونها بشه. ببینیم متخصصان و روانشناسان درباره انتظارات به ما چی میگن. گوش جان بسپرید تا بتونیم تولید به مصرف مطالب رو در زندگی امروزمون و روزهای آتی برای تثبیت روابطمون بهره ببریم و استفاده کنیم. در دانشگاه کارولینای شمالی دان باکوم انجام داده و سه حوزه رو مشخص میکنه در بحث انتظارات. یک، مرزها و باندریها. مرز خواسته های شما کجاست؟ شما چه مرزهایی دارید برای روابطتون؟ در واقع حساسیت های شما چیه؟ یه سری ایزو 9002 و ایزو 9009 آدم ها دارن، یعنی وقتی شما این رفتار رو از فردی میبینی حالت بد میشه، به قولی کجا کارد به استخونت میرسه. اینا رو باید مشخص کنی چی برای تو از اهمیت درجه یکی برخورداره، به چه چیزایی تو خیلی حساسی. مثلا یکی به نظم حساسه، یکی به این که مثلا ما توی تربیت باید با هم هماهنگ باشیم، به فرض زن و شوهر با هم هماهنگ باشن، به این خیلی حساسه. یکی به پول حساسه، یکی به روابط اجتماعی حساسه، یکی به سیگار و نمیدونم قلیون و فلان و اینا، هر کی به یه چیزهایی حساسیت بد داره. یعنی شوهرش مثلا یا همسرش هزار و یک کار انجام بده به چشش نمیاد، ولی اگه سیگار بکشه مثلا حالش بد میشه، قاطی میکنه، داد و فریاد میکنه، هر چی دهنش میاد میگه. خب پس این آدم نسبت به این قضیه حساسه. این یه خط قرمزی داره. خط قرمزهاتون رو باید مشخص کنید. چه رفتارهای اون بر خط قرمزه، چه رفتارهای این بر خط قرمزه. اینا رو بنویسید، لیست کنید. دوم، سرمایه گذاری. دومین حوزه. سه تا حوزه داریم که یکی یکی اینها رو میگیم. پس اول شد در واقع باندری ها. دوم، سرمایه گذاری. شما انتظار دارید که طرفتون چقدر توی رابطه با شما سرمایه گذاری بکنه. میزان سرمایه گذاری و وقت و انرژی که باید تو رابطه بذاره چقدره. مثلا خانمی میگه که من دوست دارم که روزای جمعه دیگه همسرم کار نکنه، برای ما باشه دیگه. بابا 6 روز هفته کار میکنی، خب یه روزم برای ما باش. یا آقایی میگه وقتی من از سر کار اومدم تو دیگه مثلا آشپزخونه نباش، چرا این ور اون ور میزنی، بیرون نباش، بشین مثلا با هم بشینیم یه چایی بخوریم، فیلمی ببینیم. یه انتظاری داره برای وقت و انرژی و سرمایه گذاری. برای من وقت بذار، به من اهمیت بده، بها بده. پس وقت و انرژی و سرمایه گذاری. و سوم، قدرت و کنترل. قدرت تو رابطه دست کیه؟ اینو مشخص بکنیم. کی توی رابطه جواب رد میده؟ مثلا بریم سفر، نه نمیام. بریم سینما، نه نمیام. رابطه جنسی، نه نمیخوام. و هر پیشنهادی که شما میدی میبینی که طرف نه میگه. اونی که نه میگه قدرت دستشه. میگیم principle of least interesting، اصل حداقل قدرت. قدرت دست کیه توی رابطه؟
دست کسیه که میگه نه، نمیخوام، نمیام، نمیرم، دوست ندارم. قدرت میفته دست اون. نوجوانا رو دیدید مثلا میگن بریم سینما، میگه نمیام، نه یا پول تو جیب نده. هر چی شما حساسیت نشون بدی و اون بگه نه نه نه، قدرت میفته تو دست اون. به هر حال تو بحث انتظارات این سه تا حوزه باید مشخص بشه که قدرت دست کیه و کنترل دست کیه. خب ما وقتی میخواییم انتظاراتمون رو بیان بکنیم، چهار تا مسئله رو باید در بحث انتظاراتمون در نظر بگیریم. در واقع انتظارات میتونه زندگی شما رو، رابطه شما رو ببره رو هوا، متلاشی کنه رابطتون رو. بسیاری از رابطه ها رو ما میبینیم که سر همین ماجرای انتظارات نابود میشه و بسیاری از روابط رو ما با شیوه هایی که الان میگیم کمکشون میکنیم، نجات میدن زندگی هاشون. خب چهار تا موضوع در انتظارات باید مشخص بشه. یک، آیا شما خودتون از انتظاراتتون آگاه هستید یا نه؟ ما وقتی مثلا زوجین میان تو دفتر ما، من میگم که انتظاراتتون رو بنویسید. خانم برمی داره مثلا 40 تا 50 تا لیست می‌نویسه انتظاراتش. به آقا میگم، یه چی بگم والا چیز خاصی نمیدونم، یه مثلا یه ذره مثلا به ما محبت کنه، یه دست نوازی شیرو ما بکشه، بسمونه دیگه، به موهای ما بکشه. یعنی بعد خود اون آقا که تنها میاد، میبینم 3 ساعت میشینه حرف میزنه، شکایت میکنه جلال خال تو که میگفتی من انتظاری ندارم که. ببین خودش هم نمیدونه چی میخواد، بالعکسش هم هست در مورد، ولی عموما آقایون انتظاراتشون رو خیلی خودشون نمیدونن واقعا چی میخوان. شاکی انا تو دل خوشون قور میزنن، اعصابشون خورده، اما وقتی میگیم خب بگو، نمیتونه بگه. پس یک، چیکار باید بکنیم؟ خودمون آگاه بشیم که چی میخواییم، چته، دردت چیه، مشکلت کجاست، عزیز من بگو، اینا رو لیست کنیم. دو، شفاف کردن انتظارات. انتظارات رو باید شفاف کنی، یعنی روشن بشه که تو دقیقا چی میخوای. اول آگاه بشه خودش، بعد بیاد شفاف بگه. به بعضی میگیم بگو انتظارات رو، میگه خب اگه بگم دیگه بیمزه میشه. چرا؟ همون که تا تو نگاه میکنی کار من آه کرد، میگه نه این خودش باید از نگاه من بفهم، از رفتار من باید بفهم، خودش باید بدونه دیگه. بابا من پدرم در اومده، رفتم جون کندم اومدم خونه، حالا یه چایی واسه ما بر نمیداره بیاره، خودش نباید اینو شعورش برسه، عقلش برسه. من اسمشو گذاشتم شعور ذاتی، یعنی خودش باید بفهمه. خودش باید بفهمه ما نداریم، تو باید بگی، باید بگی. خیلی از زوجینو که ما میگیم میبینیم مسائل حل میشه. مثلا خانم خیلی راحت به همسرش میگه منو بغل کن، بغل میخوام. خب قبلا نمیگفت، خب الان میگه. وقتی دوست داری یک چیزی رو، خب بگو اون چیزی رو. این غذا رو دوست داری، امشب رابطه جنسی دوست داری، خب بگو، حرف بزن. نمیگی، نه خودش باید شعور داشته باشه. پس کلیر کردن اون انتظارات، شفاف کردن اونها، اینا رو وقتی شفاف میکنیم، واضح روشن میگیم، میبینیم که طرف تکلیف خودش رو میفهمه دیگه. حالا فهمیدم واقعا، مثلا طرف تو دفتر مشاوره به من میگفتش که به خدای محمدی من نمیدونم این خانم چی میخواد، شما بگو. میگه محبت کن، من نمیدونم محبت کنم، کلیه دیگه. خب چیکار، گل بخرم؟ هفته چند بار بخرم؟ بگو، بگو من چیکار باید بکنم. تو دقیقا من همون کارا رو انجام میدم، به خدا بدین به پیغام من اون کاری که شما میگی انجامه، فقط بگو چی میخوادین، تکلیف منو معلوم کنم. میبینید؟ پس شفاف کردن انتظارات. سوم، منطقی بودن انتظارات. یه سری انتظارات منطقی نیست عزیز من. مثلا طرف انتظار داره که تو در برابر هیچ کدوم از خواستهای من مخالفت نکنی، من هر چی گفتم تو بگی چشم. نمیشه که، قربونت برم، من در برابر همه چیز بگم چشم. و البته ما اینو تو ارتباط با مردم هم به کار میگیریم، مثلا انتظار نداریم کسی جواب رد به ما بده اگه تقاضایی میکنیم، چیزی میخواییم، وامی میخواییم، پولی میخواییم، نمیدونم سیدی میخواییم، کتابی میخواییم، به ما جواب رد ندن. ببین خب، پس این
چند مورد شد، جمع جور کنیم بحثمونو. و چهارمین موردش اول شد چی؟ آگاه بودن از انتظارات. دوم اینکه منطقی بودن انتظارات، اون انتظارات منطقی باشن. سوم روشن کردن اون انتظارات، قشنگ لیست کنیم بدیم آقا من بگیم دقیقه روشن من اینا عملیاتی حتی اینو میخوام، 1 2 3 4 5 10 50 اینا رو میخوام. و آخریش اقدام متعهدان است، یعنی خودتون رو تشویق کنید، ترغیب کنید که اون چیزی که پارتنرتون، همسرتون، فرزندتون میخواد اگر انتظارش به جای اجرا کنید. خب مثلا خانم میگه بابا 20 ساله، من میگم عزیز من دیر که میخوای وقتی از من محل کار میگه دیر میشه زنگ بزن بگو، زنگ نمیزنه. خب زنگ بزن بگو دیگه. آخری مطلب که بگیم تمومش کنیم این که جان گاتمن تحقیقاتی رو انجام میده، بعد از 10 سال در سمیناری که ارائه میکنه موجب شگفتی همه مستمعین میشه که رمز پایداری زوجین خوشبخت و غیر خوشبخت کجاست. زوجین خوشبخت زوجینی هستن که به خواسته های هم اهمیت میدن، بها میدن و سعی میکنن عمل کنن، یعنی انتظارات فرد رو برآورده کنن در حد توانشون. اگر نتونن، نکته اینجاست، اگر نتونن احترام میذارن، همدلی و همدردی میکنن. آخه الهی بمیرم اگه میدونستم به خدا اینجوری میکردم فلان میکردم، ولی نمیتونم. خب و زوجین غیر خوشبخت به قولی آن هپیا اونایی بودن که اهمیت نمیدادن به خواسته های طرف، به انتظارات طرف. میگه بابا من اینو میخوام، من دوستم تو مثلا من میام خونه تو آرایش کنی، ما دوستی واسه خودت دوسته، من حوصله ندارم. خیلی راحت ما تفریح میخوایم، ما تفریح میخوایم ندارم، به همین راحت. یعنی بی احترامی هم میکنم. بارو بینیم بابا نمیدونم یکی میمرد از درد بینوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوای، شعرم برات میخونه. بابا احترام نمیذاره به اون انتظارات و خواسته ها. به خواسته ها و انتظارات هم احترام بذاریم و تا اونجایی که میتونیم برآورده کنیم اونها رو. روزی خوش در انتظار شما. مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین برگزار میکند. دوره انسان آرام. این دوره بر مبنای تطبیق تئوری موج سوم، ACT، تکنیک EFT و آلایش روانی برگزار خواهد شد. دوره شخصیت شناسی، خودشناسی و دگرشناسی. دوره زن کامل، متعادل و جذاب. دوره نوجوان توانگر. دوره بهبود و غنی سازی روابط زوجین، بازگشت به عشق.